به نام خدا، باخشاهی هستم، در خدمتون هستم با آموزش شیمی پایه 12، مبحث دوم، الکتروشیمی. برای شروع این فصل لازمه که مقدمه ای رو خدمتون عرض کنم. ما هممون میدونیم پدیده‌های مختلفی اطرافمون اتفاق میفته که رعد و برق و آذرخش از اون جمله هستن. ما میدونیم که تولید جریان برق یا الکتریکی از طریق واکنش‌های شیمیایی امکان پذیره و همه اینا از ساختار ماده و واقعیت ماده سرچشمه میگیره. ما هممون میدونیم واکنش هایی که توی اون واکنش ها الکترون داد و ستد میشه، این واکنش ها به درد تولید انرژی الکتریکی میخورن. واکنش هایی که توی اون با انتقال الکترون از یک گونه به گونه دیگه ما میتونیم جریان برق بسازیم. دانش الکتروشیمی ما کمک میکنه که بتونیم موادی با خواص بهتر به دست بیاریم و ضمن اینکه بتونیم برای تولید انرژی پاک از دانش الکتروشیمی کمک بگیریم. برای این کار لازمه که به دو تا هدف برسیم و به دو تا قسمت فکر کنیم. یکی اینکه دانش الکتروشیمی ما کمک میکنه که بتونیم مواد جدیدی رو از روی مواد قدیمی به دست بیاریم. دو اینکه بتونیم انرژی پاک درست کنیم، انرژی که تولید کربن دی اکسید یا از سوخت‌های فسیلی به دست نیان. اینجوری ما میتونیم به رفاه و افزایش رفاه خودمون فکر بکنیم. یه سری از نمونه‌هایی که میتونیم نام ببریم که اینجوری تونستیم رفاه نسبی خودمون رو افزایش بدیم، تولید قطارهای الکتریکی هستش که ساخته شده، تولید سمعک‌هایی که با باتری بسیار سبک و کوچیک میتونه به ما کمک بکنه، و اینکه اتاقای باتری بسازیم که به کمک اتاقای باتری بتونیم جریان برقی رو به مدت زمان بسیار طولانی حفظ کنیم. دانش الکتروشیمی به ما این کمک رو میکنه. اگه بخوایم بگیم که دانش الکتروشیمی تو کدوم مباحث ما کمک میکنه، یا به عبارت دیگه قلمروهای الکتروشیمی رو نام ببریم، میتونیم تولید باتری ها رو نام ببریم. تامین انرژی از طریق تولید باتری هایی که اطرافمون هستش، تولید سلول های سوختی که به ما برق رو هدیه میکنه به روش بسیار سالم، از طریق برق‌کافت آبکاری بتونیم مواد خیلی سالم و مواد بسیار مهم و جدیدی رو به دست بیاریم، و اینکه بتونیم موادی که به دست میاریم و کنترل کیفیت بکنیم و از بهبودش پرده برداریم، میره سراغ قلمروهای الکتروشیمی. پس قلمروهای الکتروشیمی شامل سه مورد تامین انرژی، تولید مواد جدید و اندازه‌گیری و کنترل کیفیت هستش. ما هممون میدونیم، از قبلم خوندیم، که اگر توی یک لیمو دو تا الکترود، دو تا سیم فلزی مسی و روی رو وصل کنیم، واکنش شیمیایی اتفاق میفته که میتونه عقربه ولسنج رو به حرکت در بیاره. به عبارت دیگه میتونه جریانی رو درست کنه که میتونه چراغی رو روشن کنه. ولی ببینیم که واکنش‌های شیمیایی که میتونن چنین کاری رو انجام بدن، چجوری میتونیم دسته‌بندی کنیم. ما میدونیم چراغ‌های خورشیدی که الان استفاده زیادی هم دارن، از لامپ‌های LED استفاده میشه که انرژی خیلی کمی رو مصرف می‌کنه. یه سری باتری که قابل شارژن و یه سلول یا باتری خورشیدی، انرژی خورشیدی ذخیره میشه توی سلول، باتری میتونه انرژی رو ذخیره کنه و برای مدت زمان طولانی لامپ رو روشن کنه. البته میدونیم که برای روشن کردن لامپ LED میشه از طریق یک تیغه مسی و روی و یه میوهی به نام لیمو میشه استفاده کرد به عنوان تولید باتری و تولید انرژی. و هممون اینو میدونیم که باتری وسیله‌ایه که میتونه انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل کنه. تمام مطالبی که تو این فصل یاد میگیریم میتونه خلاصه ای از این موارد باشه. برای شروع این فصل کافیه که ما به چند تا مفهوم اصلی به اصطلاح شروع کنیم. دانش الکتروشیمی به یه پیش نیازایی نیاز داره، مثل تعریف اکسایش و کاهش. من برای اینکه بتونم این فصل رو خوب یاد بگیرم باید از اینجا شروع کنم، یعنی بتونم تعریف اکسایش و کاهش رو به خوبی یاد بگیرم. قبلا گفته بودم که تو واکنش هایی که میتونیم برق تولید کنیم، الکترون مبادله میشه بین دو تا گونه یا چند تا گونه. الکترونی که مبادله میشه از یه گونه به یه گونه دیگه انتقال پیدا میکنه. حالا ببینیم که تعریف اکسایش و کاهش رو ما به چه چیزایی میتونیم بگیم. ما میتونیم گرفتن الکترون به وسیله یک گونه رو واکنش کاهش بذاریم اسمشو، و از دست دادن الکترون به وسیله یک گونه رو واکنش اکسایش نامگذاری کنیم. یعنی که
از دست دادن الکترون به معنای افزایش و گرفتن الکترون به معنی کاهشه. بیایم با یه مثال اینو توضیح بدیم. میخوایم سدیم رو با کلور واکنش بدیم. از اونجایی که تو شیمی 10 و 11 خوندیم، سدیم در لایه آخر خودش یه دونه الکترون داره که میتونه به عنوان یه فلز این الکترون رو آزاد کنه. کلور تو لایه آخر خودش 7 الکترون داره، ولی برای اینکه بتونه به گاز نجیب آرگون برسه میتونه اون الکترون رو بگیره. حالا به واکنشی که طی اون سدیم یه الکترون از دست میده و به یون سدیم یه بار مثبت تبدیل میشه میگن واکنش اکسایش، و به واکنشی که طی اون کلور یه الکترون میگیره و به سی‌ال منفی تبدیل میشه، یون کلورید تبدیل میشه، میگن این واکنش یا واکنش کاهش. ببینیم توی این واکنش، من با مثال اینجا توضیح میدم. الان این سدیمه، این گلی هم که این بالا وجود داره الکترونیه که روش وجود داره. نگاه کنید، این سدیمه که الکترونش رو از دست داده به کلور. حالا این یون سدیمه که دیگه اون الکترون رو نداره، از طرف یه کلور یک الکترون گرفته به یون کلورید تبدیل شده. ما اینجا میگیم سدیم الکترونش رو از دست داده و اکسایش یافته و کلور با گرفتن الکترون به یون کلورید تبدیل شده و کاهش یافته. معادلش رو نگاه کنید، سدیم الکترونش رو از دست داده، کلور الکترونش رو گرفته. مثل این نمودار که ته اون نشون داده میشه که ته اتفاقی داره میافته. ببینید سدیم این الکترونیه که قراره از دست بده. سدیم این الکترون رو میده به کلور. کلور 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 الکترون داره. این سدیم الکترونش رو از دست میده، میده به کلور. خودش میشه کمبود الکترون، یون سدیم. کلور میشه یون کلورید. توی واکنش‌های اکسایش و کاهش مثل واکنش‌های معمولی باید این واکنش‌ها موازنه باشن. برای اینکه موازنه کنیم، اول باید خود اتم‌هاشو موازنه کنیم. بعد از اینکه اتم‌ها رو موازنه کردیم، نگاه می‌کنیم ببینیم کدوم گونه، کدوم طرف معادله کمبود الکترونی داریم. با اضافه کردن الکترون به سمتی که کمبود الکترون داره به اندازه کافی، میتونیم اون واکنش اکسایش یا کاهش رو موازنه کنیم. توجه کنید که اگر الکترون رو سمتی اضافه کردیم که تو فراورده ها باشه، یعنی اون واکنش اکسایشه، چون گونه ما الکترون از دست داده. و اگر به نوعی الکترون ها رو به سمت واکنش دهنده ها گذاشتیم، این واکنش نیم واکنش کاهش نام داره، چون تو اونجا الکترون گرفته شده. به این مثال دقت کنید. من میخوام اول این واکنش رو موازنه کنم. Fe آهن تبدیل شده به Fe سه بار مثبت. از نظر اتمی تعداد اتم های آهن دو طرف برابره. حالا باید ببینیم کدوم طرف کم بوده الکترون داره. سمت راست ما 3 تا کم بوده الکترون داره، 3 بار مثبته. سمت چپ ما هیچ کم بوده الکترونی نداریم. بنابراین به جایی که کم بوده الکترون داره اونقدر الکترون اضافه میکنیم تا کم بوده الکترونش از بین بره. یعنی من با اضافه کردن 3 تا الکترون کم بوده الکترون سمت فراورده ها رو جبران میکنم. اینجوری میتونم بگم که این واکنش اکسایش و کاهش یا اکسایش یا کاهش موازنه شده. حالا اگه از ما بخوان که بگن این واکنش اکسایش و کاهشه، میگیم چون الکترون در سمت فراورده هاست، گونه ما الکترون از دست داده، بنابراین این واکنش اکسایش نام داره. بریم سراغ مثال بعد. قلع ما 4 تا کمبود الکترون داره. اینجا قلع ما کمبود الکترونی نداره. سمتی که کمبود الکترون داره سمت چپه. اونقدر باید الکترون این سمت اضافه کنیم تا کمبود الکترون از بین بره. ما سمت چپ 4 تا کمبود الکترون داریم. 4 تا اگر الکترون اینجا اضافه کنیم، این واکنش موازنه میشه. اینجا چون واکنش به جوری نوشتیم که الکترون ها سمت چپ هستن، یعنی الکترون رو به واکنش دهنده ها دادیم، این نیم واکنش رو میگیم کاهش. تو مثال بعدی گونه های سمت راستمون و سمت چپمون از نظر تعداد برابرن. فقط سمت راست ما 4 تا کمبود الکترون داره، سمت چپ ما 2 تا کمبود الکترون داره. خب کمبود الکترون ما در سمت راست بیشتره به اندازه 2 تا الکترون. اگه ما بهش اضافه کنم، انظر الکترون و کمبود الکترون با سمت چپ موازنه میشه. پس من اگر 2 تا الکترون اینجا اضافه کنم، با این 4 تا الکترون کمبودی که داره میشه 2 تا کمبود که با این ور برابری میکنه. تو مثال بعدی سمت راست من 2 تا الکترون اضافه داره. ببینید 2 تا منفی داریم، یعنی اتفاقا سمت راست ما 2 تا الکترون اضافه داره. به عبارت دیگه سمت چپ ما 2 تا کمبود الکترون داره.
من با اضافه کردن 2 تا الکترون سمت چپ کمبود الکترون سمت چپم رو جبران میکنم. اینجوری میتونم بگم این واکنش موازن است. چون الکترون رو سمت واکنش دهنده نوشتم، این واکنش اسمش هست کاهش. تو اینجا سمت راست ما کمبود الکترونی نداره، سمت چپ ما 4 تا الکترون اضافه داره. 2 تا دوباره منفی میشه 4 تا منفی. من متوجه میشم سمت راستمون 4 تا الکترون کمبود داریم. با اضافه کردن 4 تا الکترون سمت راست این معادله موازنه میشه. چون الکترون رو سمت راست یعنی فراورده ها گذاشتیم، نیم واکنش ما اکسایش نام داره. پس اینجوری من میتونم یه نیم واکنش اکسایش یا کاهش رو موازنه کنم و حتی بگم اون واکنش اکسایش یا کاهش. تا اینجا یه درس یاد گرفتیم که توی واکنش های اکسایش و کاهش گونه ای که الکترون از دست میده اکسید میشه و به واکنشی که طی اون گونه الکترونش رو از دست داده نیم واکنش اکسایش میگن و گونه ای که الکترون به دست میاره کاهش پیدا میکنه و به اون واکنشی که الکترون اضافه میشه به یه گونه میگن نیم واکنش کاهش. تو اینجا توجهتون رو جلب میکنم به 2 تا تعریف دیگه، تعریف اکسنده و کاهنده. از اونجایی که معلومه اکسنده اسم فاعل اکسید کردن هستش و کاهنده اسم فاعل کاهش دادنه، یعنی گونه‌ای که باعث اکسید شدن یه گونه دیگه میشه بهش میگن اکسنده و گونه‌ای که باعث کاهش گونه دیگه میشه بهش میگن کاهنده. دقت کنید اکسنده ها معمولاً گونه هایی هستن که الکترون میگیرند و کاهنده ها گونه هایی هستن که الکترون از دست میدن. مثلا ما بگیم الکترون دهنده کاهنده، الکترون گیرنده اکسنده. این تعریف رو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. گونه هایی که الکترون دهنده هستند همشون کاهنده هستند و گونه هایی که الکترون گیرنده هستند همشون اکسندند. بریم سراغ مثال ببینیم کدومی که از این گونه ها میتونن اکسنده یا کدومشون کاهنده باشن. از منیزیم شروع میکنیم. منیزیم یه فلزه، 2 تا الکترون تو لایه آخر خودش داره و میتونه این 2 تا الکترون رو از دست بده. چون به عنوان دهنده الکترون هستش ما هم اسمشو میذاریم کاهنده. منیزیم در نقش کاهنده هستش. آلومینیوم 3 تا الکترون تو لایه آخر خودش داره که میتونه از دست بده. بنابراین آلومینیوم هم به عنوان کاهنده عمل میکنه. بنابراین بچه‌ها من میتونم به طور کامل بگم فلزات همشون کاهنده هستند. بریم سراغ اوی دوباره منفی. اکسیژن زمانی که 2 تا الکترون گرفته به آرایش گاز نجیب رسیده، یعنی دیگه نمیتونه الکترون بگیره. پس فقط میتونه در نقش دهنده الکترون بازی کنه و باشه. پس اوی دوباره منفی هم در نقش دهنده الکترون و به عنوان کاهنده عمل میکنه. فلور ماده‌ای که به گاز نجیبش نزدیکه، یه الکترون بگیره میشه گاز نجیب نئون. بنابراین فلور به عنوان یه نافلز فقط تمایل داره تو الکترون بگیره و این تمایل در فلور بسیار زیاده. به خاطر همین فلور به عنوان دهنده الکترون نیست و به عنوان گیرنده الکترون عمل میکنه. بنابراین فلور یک اکسنده بسیار قوی حساب میشه. سدیم الکترون رو از دست داده، یه بار مثبت شده، پس دیگه نمیتونه الکترون از دست بده. فقط به عنوان گیرنده الکترون میتونه عمل کنه. پس Na مثبت هم به عنوان گیرنده الکترون فقط باعث اکسایش گونه‌های دیگه میشه و میتونه اینجا به عنوان اکسنده باشه. Cu دوباره مثبت دیگه بالاترین بارش رو داره. پس مس در اینجا دیگه نمیتونه 3 بار مثبت یا 4 بار مثبت بشه و فقط میتونه به Cu 1 بار مثبت یا مس کاهش پیدا کنه. بنابراین مسی که دوباره مثبته فقط به عنوان گیرنده الکترون باعث اکسایش گونه‌های دیگه بشه و Cu 2 مثبت رو ما به عنوان یه اکسنده میتونیم نام ببریم. ولی Fe 2 مثبت نقش دوگانه داره. Fe 2 مثبت میتونه به Fe 3 مثبت تبدیل بشه، یعنی الکترون از دست بده، و میتونه به Fe تبدیل بشه، یعنی الکترون بگیره و به Fe تبدیل بشه. بنابراین Fe 2 مثبت بستگی داره که ببینیم با چی واکنش میده. بنابراین Fe 2 مثبت گاهی اوقات میشه اکسنده
وقتی که الکترون میگیره، وقتی الکترونش رو از دست میده میتونه به عنوان یه کاهنده عمل کنه. پس Fe2 مثبت در نقش اکسنده و کاهنده میتونه نقشش رو بازی کنه. نتیجه که میشه از این مثال گرفت این که فلزات اغلب کاهندن، چون معمولا تمایل به دادن الکترون دارن و الکترون از دست میدن. و دو، نافلزات معمولا و اغلب اکسندن، چون میتونن الکترون بگیرن و با گرفتن الکترون میتونن به آرایش گاز نجیب برسن. حالا بریم سراغ این که ما چجوری میتونیم توی واکنش کامل اکسایش و کاهش اکسنده و کاهنده رو تشخیص بدیم. همینجور که میدونیم یه واکنش اکسایش و کاهش از دو تا نیم واکنش تشکیل شده، نیم واکنش اکسایش و کاهش. یعنی ما دو تا ماده داریم، مواد اکسنده و کاهنده. بیایم توی مثال تشخیص ماده اکسنده و کاهنده رو توضیح بدیم. اکسایش و کاهش رو که تشخیص دادیم، موازنه کردن این واکنش اکسایش و کاهش هم براتون توضیح میدم. واکنشی که به عنوان یه واکنش اکسایش و کاهش مشخص کردیم، واکنش روی هست با محلول آبی رنگ مس دو سولفات. فراورده این واکنش مس و روی سولفات. دقت کنید یون سولفات SO4 دوباره منفی از نظر بار الکتریکی تغییری نکرده اینجا. بنابراین من میتونم SO4 دوباره منفی رو از دو سمت واکنش حذف کنم و باقی مونده این ماده رو بنویسم. دقت کنید روی به اضافه حالا CU دوباره مثبت میدهد CU به اضافه ZN دوباره مثبت. حالا میخوام ببینم که این واکنش اکسایش و کاهشش کدومه. نگاه کنید توی این واکنش روی تبدیل شده به ZN دو مثبت. حالا میتونید بگید که کدوم طرف الکترون کمتری داره یا کمبود الکترون داره؟ بله سمت راست. با اضافه کردن دو الکترون سمت راست این واکنش موازنه میشه. چون الکترون سمت راست واکنشه، این واکنش نیم واکنش اکسایشه و ما به روی که تونسته ZN2 مثبت رو تولید بکنه و اکسایش پیدا کنه میگیم کاهنده. ولی CU2 مثبت چه اتفاقی براش افتاده؟ CU2 مثبت تبدیل شده به CU. حالا کدوم طرف کمبود الکترون داره؟ دقیقاً سمت چپ. یه دو الکترون هم اگه سمت چپ اضافه کنم واکنش کاهشمون هم موازنه میشه. به CU2 مثبت میگیم اکسنده، چون خودش کاهش پیدا کرده. پس الان من روی و CU2 مثبت رو تشخیص دادم که کدوم طرف کاهنده است، کدومش اکسنده. کافیه که الکترون های دو طرف رو ببینیم مساوی هستن یا نیستن. حالا اگر الکترون ها رو با هم موازنه کنیم یا بزنیم، میتونیم واکنش دهنده ها رو با هم جمع کنیم. یعنی ZN به اضافه CU2 مثبت میده ZN2 مثبت به اضافه CU و واکنش موازنه شده. بریم سراغ نمونه دو. واکنش برخی فلزات با اسیدها رو میتونیم اینجوری اکسندگی و کاهنده بودنش رو مشخص کنیم. دقت کنید فلزی که با اسید واکنش میده گاز هیدروژن تولید میکنه و نمکی درست میکنه بسته به ظرفیت فلز M فرمولش میشه MCLN. یعنی اینکه اگر فلزمون یه بار مثبت باشه اینجا میشه MCL، اگر دوباره مثبت باشه میشه MCL2، اگر سه بار مثبت باشه میشه MCL3. همینجوری که میبینید یون کلورید تو دو طرف واکنش تغییری نکردن زده بار الکتریکی، ولی تنها چیزایی که بار الکتریکیشون تغییر کرده فلز M هست و هاش مثبت. پس من میتونم یون کلورید رو حذف کنم و مواد رو بر اساس فقط گونه هایی که الکترون گرفتن و از دست دادن نامگذاری کنم. توی واکنش فلزات با اسیدها فلز ما نقش کاهنده رو داره، چون خودش اکسید میشه و الکترون از دست میده، و اسیدمون یعنی هاش مثبتمون چون الکترون میگیره در نقش اکسنده هستش و گاز هیدروژن به دست میاد. اگر من بخوام یه مثال در مورد این قسمت بنویسم، میتونم واکنش روی با هیدروکلوریک اسید رو مثال بزنم. ZN چون دوباره مثبته، ترکیب نتیجه شده ZnCl2 هست و گاز هیدروژن. من اگه بخوام این واکنش رو موازنش کنم، کافیه نیم واکنش ها رو جدا کنم. ZN به اضافه هاش مثبت، Cl منفیش رو حذف کردم. میشه ZN2 مثبت به اضافه هیدروژن. یون کلورید حذف شد. حالا نیم واکنش ها رو جدا میکنم. ZN میده ZN2 مثبت. کدوم طرف کمبود الکترون داره؟ سمت راست. بنابراین الکترون سمت راسته، این واکنشش اکسایشه و روی نقش کاهنده رو داره. هاش مثبت هم تبدیل میشه به گاز هیدروژن. طبیعتا اول هیدروژن رو موازنه میکنم. کدوم سمت کمبود الکترون داره و چند تا؟ سمت چپ و دو تا.
دو تا الکترون اضافه کنم واکنش موازنه میشه. چون الکترون ها با هم برابرن میتونیم دو سمت رو با هم دیگه جمع کنیم. یعنی واکنش میشه Zn به اضافه دو تا هاش مثبت میدهد Zn دو مثبت به اضافه هاش دو و واکنش موازنه شد. یه نمونه دیگه هم مثال میزنم. واکنش منیزیم با اکسیژن، دوربینایی که قبلا قدیما فلش میزدن از واکنش منیزیم و اکسیژن استفاده میکردن. نور بسیار شدیدی آزاد میشد که به عنوان فلش میشد به کار بره. خب مگه بخوام نیم واکنش های اینو بنویسم باید ببینم کدوم فلز به چی تبدیل شده. منیزیم در اینجا تبدیل شده به Mg دو مثبت. من براش یه نیم واکنش می‌نویسم. منیزیم تبدیل میشه به Mg دو مثبت. کدوم طرف کم بوده الکترون داره و چند تا؟ سمت راست و دو تا الکترون. بنابراین منیزیم اکسید شده چون الکترونش رو از دست داده. این ماده به عنوان کاهنده هستش. از طرف دیگه گاز اکسیژن تبدیل میشه به اوی دوباره منفی. اول حساب میکنم کدوم طرف موازنه است. الان دو تا اکسیژن داریم. سمت راستم با ضریب دویی که میذارم اکسیژن ها مساوی میشن. کدوم طرف کم بود الکترون داره؟ سمت چپ. چند تا؟ چهار تا الکترون. چهار تا الکترون هم میذارم اینجا. حالا برای اینکه اینا رو موازنه کنم واکنش بالایی رو باید ضرب در دو کنم تا اینکه الکترون هاشون با این الکترون ها ساده بشه. وقتی الکترون ها رو ضرب میکنم این عدد رو هم تو هم ضرب میکنم میتونم واکنش موازنه شده رو بنویسم. دو تا Mg به اضافه O2 میدهد دو تا Mg و دو تا O دوباره منفی که میشه دو تا Mg و اینجوری میشه این واکنش موازنه میشه. بیایم برای تثبیت این قضیه یه مثالی رو حل کنیم. سوال پرسیده واکنش های اکسایش و کاهش زیر رو موازنه کنید بعد اکسنده و کاهنده ها رو هم توش مشخص کنید. واکنش اولی رو که میخواییم انجام بدیم واکنش آلومینیوم هست با یون سیو دوباره مثبت یعنی مس دو که فراوردش هست یون آلومینیوم سه بار مثبت به اضافه خود فلز مس. به ما میگن اکسنده و کاهنده رو مشخص کنید و بگید که این واکنش چجوری موازنه میشه. خب من اول میام ببینم چه اتفاقی برای این موادم افتاده. مثلا آلومینیوم تبدیل شده به آلومینیوم سه بار مثبت. خب من باید اینو موازنهش کنم. از نظر تعداد اتم ها مساوی هن. کم بوده الکترون من سمت راست سه تاست. سه تا الکترون اگر سمت راست اضافه کنم واکنشه موازنه میشه. برم سراغ اون یکی. سیو دوباره مثبت من اما تبدیل شده به سیو. از نظر تعداد اتم ها اینا با هم موازنه هستن. ولی کدوم طرف کم بوده الکترون داره؟ سمت چپ. اینجا دوتا الکترون. از اونجایی که توی واکنش بالایی الکترون سمت راسته به نیم واکنش بالایی میگیم نیم واکنش اکسایش، به نیم واکنش پایینی میگیم نیم واکنش کاهش. و از اونجایی که آلومینیوم اکسید شده آلومینیوم کاهنده است و مس دو از اونجایی کاهش پیدا کرده اکسنده است. حالا قراره که اینا رو با هم مساوی کنیم. چون الکترون ها با هم برابر نیست این دو تا نمیتونیم با هم جمع کنیم. باید کاری کنیم که الکترون ها با هم برابر بشه. بنابراین سمت چپ یعنی کلا واکنش دهنده ها و برآورده ها رو تو واکنش بالایی در دو ضرب میکنم و واکنش پایینی رو در سه ضرب میکنم و حاصلش رو با هم جمع میکنم. واکنش بالایی میشه دو تا آل میدهد دو تا آل سه مثبت به اضافه 6 تا الکترون. پایینی میشه 6 تا الکترون به اضافه سه تا سیو دوباره مثبت میدهد سه تا سیو. الان که الکترون های مبادله شده با هم یکی شد میتونم این واکنش ها رو با هم دیگه جمع کنم. اینجوری میتونم بگم دو تا آل به اضافه سه تا سیو دوباره مثبت میدهد سه تا سیو به اضافه دو تا آل سه مثبت و اینجوری واکنش موازنه میشه. بریم سراغ یه مثال دیگه. مثال بعدی ما در مورد مواد دیگه‌ایه که الان در موردش بحث می‌کنیم. واکنش روی Zn به اضافه وانادیوم سه بار مثبت که نتیجه می‌دهد Zn دو مثبت به اضافه وانادیوم دو مثبت. خب من باید توی اینجا دو تا نیم واکنش بنویسم. از اونجایی که Zn تبدیل شده به Zn دو مثبت کدوم طرف کم بوده الکترون داره؟ سمت راست. و من باید دو تا الکترون سمت راست اضافه کنم. وانادیوم سه بار مثبته. وانادیوم سمت راست دو بار مثبته. کدوم طرف کمبود الکترون داره و چند تا سمت چپ من بنزه یه الکترون کمبود داره نسبت به اون یکیه. بنابراین اگر من یه الکترون سمت چپ اضافه کنم این واکنش از نظر الکترونی موازنه میشه. از اونجایی که روی الکترون از دست داده اکسید میشه. بنابراین روی کاهنده است.
وانادیوم انجا که کاهش پیدا کرده اکسنده هستش. حالا اگه بخوام دو تا واکنش رو با هم جمع کنم، با این اعداد نمیتونم اینا رو با هم جمع کنم. کافیه که واکنش پایینی رو در دو ضرب کنم تا الکترون ها با هم برابر بشه. اینجوری میشه Zn همون واکنش، تغییری نمیکنه. ولی واکنش پایینی میشه دو تا الکترون به اضافه دو تا وانادیوم سه بار مثبت میده دو تا وانادیوم دو بار مثبت. و اینکه اگه بخوام اینا رو با هم جمع کنم به راحتی جمع میشه، چون الکترون ها با هم دیگه ساده میشن. میشه Zn به اضافه دو تا وانادیوم سه بار مثبت میده Zn دو مثبت به اضافه دو تا وانادیوم دو مثبت. اینجوری واکنش موازنه میشه. این روال کار برای تمام واکنش های اکسایش و کاهش اجباریه. بعد از اینکه متوجه شدیم واکنش های اکسایش و کاهش چجوری انجام میشن، باید ببینیم که چجوری میشه از واکنش های اکسایش و کاهش استفاده کرد و برای تولید برق به کار برد. ما میدونیم واکنش های اکسایش و کاهش مثل همه واکنش های دیگه با تغییر انرژی همراهند. یعنی اینکه مثل واکنش سوختن ممکنه که از یه واکنش اکسایش و کاهش انرژی تولید بشه، گرما تولید بشه. یعنی اینکه واکنش های اکسایش و کاهش هم مثل خیلی از واکنش های دیگه یا گرماده هن یا گرماگیر. همونجوری که فصل 2 شیمی 11 هم خوندیم، تو واکنش های گرماگیر محتوای انرژی فراورده ها از محتوای انرژی واکنش دهنده ها بیشتره. یعنی اینکه وقتی واکنش دهنده ها میخوان به فراورده ها تبدیل بشن، نیاز به انرژی دارن تا محتوای انرژیشون برسه به محتوای انرژی فراورده ها. برعکسش تو واکنش های گرماده، آنتالپی واکنش دهنده ها یا به عبارت دیگه محتوای انرژی واکنش دهنده ها بیشتر از محتوای انرژی فراورده هاست. اینجوری یه مقدار محتوای انرژی اضافه میمونه که غالبا به شکل گرما میتونه آزاد بشه. واکنش های اکسایش و کاهش هم میتونن یا گرماگیر باشن یا گرماده. حواسمون باشه محتوای انرژی واکنش دهنده و فراورده ها هرچی اختلاف داشته باشن، بخش عمده اون انرژی به شکل گرما ظاهر میشه. حواسمون باشه بخش دیگه ای از این انرژی به شکل انجام شدن کار، تغییر حجم، افزایش حجم مولکولای هوا و هر چیز دیگه ای میتونه استفاده بشه. پس غالب اختلاف انرژی واکنش دهنده و فراورده ها به شکل گرما ظاهر میشه. از طرف دیگه تو واکنش های اکسایش و کاهشی که به شکل خود به خود و تولید گرما آزاد میشن، با تبادل الکتریسیته هم انجام میشن، یعنی الکترون هم مبادله میشه. حواسمون باشه گرمایی که توی این واکنش ها آزاد میشه میتونه به عنوان عاملی برای مقایسه قدرت کاهندگی فلزات استفاده بشه. یعنی ما متوجه میشیم با مقایسه انرژی یا گرمایی که توی واکنش های اکسایش و کاهش آزاد میشه، میتونیم بفهمیم کدوم فلز کاهنده تره یا کدوم کاتیون یا کدوم نافلز اکسنده تره. پس گرمای آزاد شده رو میتونیم به عنوان عاملی برای مقیاس یا مقایسه قدرت کاهندگی فلزات بدونیم. شاید با یه مثال بتونیم این پدیده رو یا این مطلب رو توضیح بدیم. بچه‌ها مثل دوباره مثبت با روی میتونه واکنش بده. روی میتونه دو تا الکترون از دست بده به سی‌یو دو مثبت بده. یعنی روی در اینجا یک کاهنده است، سی‌یو دو مثبت اکسنده هستش. طبق معمول گرمایی توی این واکنش آزاد میشه که نشون دهنده اینه که محتوای انرژی واکنش دهنده ها از محتوای انرژی فراورده ها بیشتره. غالب اون انرژی هم به شکل Q1 آزاد شده. حالا من برای مقایسه قدرت کاهندگی روی و آهن، همین آهن رو دوباره با سی‌یو دو مثبت واکنش میدم و وای میستم ببینم واکنش انجام میشه یا نه و گرمایی که آزاد میشه چقدره. این واکنش انجام میشه و اینکه گرمایی که آزاد میشه به عنوان Q2 میگم. این Q2 نشون دهنده محتوای انرژی فراورده ها و اختلافش با محتوای انرژی فراورده است. از طرف دیگه نقره با سی‌یو دو مثبت رو واکنش میدیم. هرچی هم منتظر میشیم که فراورده جدیدی به وجود بیاد و گرمایی آزاد بشه، هیچ اتفاقی نمیفته. من از این اتفاقاتی که اینجا میفته میتونم یه سری نتیجه بگیرم. از طرفی از اینکه واکنش روی و مس انجام شده و گرما آزاد شده، نتیجه میگیرم که قدرت کاهندگی
روی از مس بیشتره که تونسته روی به مس الکترون بده. و اینجا متوجه میشم که قدرت کاهندگی آهن از مس بیشتره. و از اینجا نتیجه میگیرم که قدرت کاهندگی نقره از مس بیشتر نیست. یعنی قدرت کاهندگی مس از نقره بیشتره. ببینید؟ پس من قدرت کاهندگی چند تا فلز رو با مس مقایسه کردم. الان فقط مونده یه چیزی. قدرت کاهندگی روی و آهن رو با هم مقایسه کنم. از طرفی میدونم گرمای آزاد شده از این واکنش ها نمایش دهنده و میتونه مقایسه کنیم قدرت کاهندگی روی و آهن رو. اینو بهمون میدن تو امتحان، لزومی نداره اینو حفظ باشیم. انجای که Q1 از Q2 بزرگتره، نتیجه میگیریم که قدرت کاهندگی روی از آهن باید بیشتر باشه. بنابراین اگه من بخوام بین روی، آهن، مس و نقره قدرت کاهندگیشون رو مقایسه کنم، میتونم بگم روی قدرت کاهندگیش از آهن بیشتره، آهن از مس بیشتره و مس از نقره. و میتونیم اینجوری و به این مدل قدرت کاهندگی چند تا فلز رو با هم مقایسه کنیم. بیایم یه خلاصه‌ای در رابطه با این مطالبی که تا اینجای کار آموزش دادم بررسی کنیم. اولا که تو واکنش‌های اکسایش و کاهش یکی از گونه‌ها بالاخره الکترون از دست میده، اکسید میشه و نقشش به عنوان نقش کاهنده هستش. از طرف دیگه یه گونه دیگه با گرفتن همون الکترون‌ها کاهش پیدا می‌کنن، نقش اکسنده رو بازی می‌کنن. بیشتر شدن بار ذره رو میتونیم به دهندگی الکترونش نسبت بدیم و دهندگی الکترونشون رو به کاهندگی. یعنی اگر گونه ای بارش بیشتر بشه، قطعا الکترون از دست داده، پس کاهنده است. از طرف دیگه اکسنده ها در نقش گیرنده الکترون هستن و طبیعتا بار ذره رو کمتر میشه. پس با مقایسه بار ذره میتونیم اکسنده بودن و کاهنده بودن اون گونه رو پیدا کنیم. دقت کنید در این واکنش ها طبیعتاً کاهنده‌ای که قوی تره میتونه به گونه های دیگه الکترون بده و اونا رو کاهش بده. و ضمن این که هرچی گونه مون کاهنده تر باشه، گرمای آزاد شده از اون واکنش بیشتره. حالا ببینیم چجوری میتونیم از این سیستم استفاده کنیم و بعد برای تولید برق استفاده کنیم. تحت عنوان سفر هدایت شده الکترون برای تولید برق. تا اینجا کار یاد گرفتیم که اگر یک کاهنده رو مثل روی توی یک اکسنده مثلا CO2 مثبت قرار بدیم، صرف این که یه واکنشی انجام میشه، فراورده هایی به وجود میاد، کلی گرما هم آزاد میشه و این گرما باعث میشه که محیطمون و محلولمون گرم بشه. اگه من بخوام این انرژی که مبادله میشه رو به شکل برق تولید کنم، باید یه کاری بکنم که بتونم الکترون ها رو قبل از این که بخوام در داخل محلول مبادله بشه، هر کدوم از این واکنش ها رو تو دو ظرف مختلف انجام بشم و الکترون ها رو مجبور کنم از یه مسیری عبور کنن که من سر عبور این مسیر عبور بتونم این الکترون ها رو به دام بندازم و بتونم ازش برق تولید کنم. ببینید چه روشی برای تولید برق استفاده میکنیم. اگر من واکنش اکسایش و کاهش رو توی یه ظرف انجام بدم، الکترونی که وارد میشه به قسمت اکسنده بخواد الکترون رو بگیره، بدون اینکه ما الکترون رو ببینیم، در کسری از زمان الکترون مبادله میشه. ولی اگه من بخوام این واکنش اکسایش و کاهش رو در دو ظرف مختلف انجام بدم، الکترون ها مجبورن که از یه محیط به یه محیط دیگه برن. من تو راه مسیر عبور این الکترون میتونم این الکترون ها رو بدزدم. مثل تمام دزدی هایی که میشه، معمولا تو مسیر حرکت پول ها دزدی ها انجام میشه. اگه این انتقال پول تو یه جا انجام بشه، برای دزدی انجام نمیشه، ولی معمولا دزدها میان تو مسیر انتقال پول پول ها رو میدزدن. ما میخوام این کار رو انجام بدیم. نام دستگاهی که اسم دستگاهی که باش میشه این کارو کرد، اسمش هست سلول گالوانی، چون اولین شخصی که از این سیستم استفاده کرد آقای ولتا بودش که با تولید چنین سلولی که به نام سلول گالوانی هستش برق تولید کرد. بریم ببینیم سلول گالوانی از چه بخشایی تشکیل شده. سلول گالوانی یعنی دستگاهی که بتونیم از یک واکنش اکسایش و کاهش برق بگیره، از دو قسمت تشکیل شده که این دو قسمت به وسیله یه دیواره متخلخل یا دیواره‌ای که به اصطلاح یه قشایی هستش که نیمه تراواست
به بعضی از یون‌ها اجازه عبور میده از هم جدا میشن. حواستون باشه این دیواره به بعضی از یون‌ها اجازه عبور میده. توی هر بخشی یه الکترود یعنی یه فلز به عنوان یه رسانای الکترونی قرار گرفته. رسانایی که با انتقال الکترون میتونه برق یا الکتریسیته رو عبور بده. الکترود داخل یک محلولیه که اون محلول اسمش هست الکترولیت که به خاطر وجود یون‌ها بهش میگن رسانای یونی. شکل رو نگاه کنید. الان این فلز، این تیغه رسانای الکترونیه، داخل محلولی قرار گرفته که یون‌هایی وجود دارن داخلش. این محلول اسمش الکترولیته، اینم اسمش هست الکترود. داخل این ظرف هم همینه، فلز الکترود، محلول الکترولیت، اینم دیواره متخلخل که به بعضی از یون‌ها اجازه عبور میده. بچه ها توی هر کدوم از این بخش ها یه نوع واکنش انجام میشه، یا اکسایش یا کاهش. اون بخشی که توش واکنش اکسایش انجام میشه اسمش هست بخش آنودی. الکترودی که توی این محلول هم وجود داره اسمش میزنن آنود. پس این قسمت بخش آنودی یا هر قسمتی که به اکسایش انجام بشه، اون فلزی که داخلش قرار گرفته میشه آنود. طبیعتاً به بخشی که توش اکسایش انجام میشه میشه بخش کاتودی. الکترودی هم که توش وجود داره بهش میگن کاتود. آنود اینو باید بلد باشید. حالا آنود هر طرفی که باشه به قطب مثبت میگن، قطب مثبت هستش، و کاتود همیشه قطب منفیه. حالا بعد متوجه میشین که چرا میگن قطب مثبت کاتود یا قطب منفی آنود. یاد گرفتیم که در یه سلول گالوانی آنود قطب منفی سلول تشکیل میده، کاتود قطب مثبت سلول تشکیل میده. توی آنود عمل اکسایش انجام میشه و توی کاتود عمل کاهش انجام میشه. ولی مثل همه چیزهای دیگه، سلولای گالوانی یه سری ویژگی هایی دارن که باید دونه دونه ویژگی های اینا رو با هم دیگه بشناسیم و یاد بگیریم. توی آنود اتم های موجود تو سطحش قراره که الکترون از دست بدن و به گونه مثبت تبدیل بشن. مثلا اگر آهن باشه، اتم های آهن روی فلز آنود قراره که دو تا الکترون از دست بدن، بشن Fe2 مثبت و خب حالا وارد محلول بشن. طبیعتا یون های مثبتی که درست میشن از این اتفاق وارد محلول میشن. خب این عمل باعث میشه که غلظت یون های مثبت که توی اون الکترولیت بوده تعدادشون بیشتر بشه. از اون طرف الکترون هایی که از این واکنش اکسایش به وجود میان از طریق سیم خارجی به سمت گونه یا بخش دیگه میرن که به اون قسمت میگیم کاتود. از طریق خود آنود وارد محلول میشن. طبیعتاً کاتیون هایی که توی بخش کاتودی هستن الکترون هایی که از این جهت وارد محلول شده رو میگیرن و تبدیل میشن به فلز مربوطه. اون فلز میشینه روی الکترود کاتود و باعث میشه که جرم اون کاتود اضافه بشه. وقتی این اتفاق پیوسته انجام میشه، الکترون هایی که از بخش آنودی به بخش کاتودی جریان پیدا میکنن باعث میشه که لامپ روشن بشه، یعنی جریانی اتفاق بیفته، ولتاژی به وجود بیاد و این ولتاژ بتونه چراغ یا لامپی رو روشن کنه. خب این اتفاق رو بیاریم روی یک سلول گالوانی تجربه کنیم. الان این یه سلول گالوانیه. از کجا فهمیدم؟ از این جهت که اتفاقی که داره انجام میشه هر کدوم در یه نیم سلول داره اتفاق میفته. به عبارت دیگه دوتا نیم واکنش از هم جدان و به وسیله یک دیواره متخلخل از هم جدا شدن. عامل دیگه‌ای که باعث میشه ما بفهمیم این یه سلول گالوانیه وجود یه لامپ و روشن شدن اونه. به طور کلی اگر یه سلول یا یک واکنش الکتروشیمیایی باعث روشن شدن چراغ، لامپ یا یه کاری بشه، اون سلول که باعث یک واکنش اکسایش و کاهش شده اون رو بهش میگیم یه سلول گالوانی. از نظر کاهندگی روی نسبت به مس کاهنده تره. بنابراین در مقابله با مس رویه که الکترون از دست میده. پس روی رو میذاریم به عنوان یه الکترود داخل محلولی از یونهای روی، شبیه به محلول روی سولفات که گفتیم سولفات در اینجا تأثیری نداره و روی هست، یعنی ZN دوباره مثبت موجود در محلولی که باعث اتفاقات اکسایش و کاهش میشه.
بنابراین آنود توی اینجا که روی باشه و از دست دادن دو الکترون تبدیل میشه به یونهای روی و داخل محلول اضافه میشه به یونهای رویی که قبلا بوده و غلظت مولار روی داخل این قسمت رو اضافه میکنن. از اون طرف جرم روی داره کم میشه چون با گذشت زمان اتم های روی دارن به زد ان دو مثبت تبدیل میشن. الکترون هایی که ایجاد میشه از این واکنش از این قطب وارد بخش دیگه میشن. پس جهت حرکت الکترون همیشه در سلولای گالوانی از آنود به کاتوده، چون تو آنوده که داره الکترون آزاد میشه. الکترون های وارد کاتود شده از طریق الکترود وارد محلول میشن. داخل محلول الکترولیت کاتودی یون های مس قرار گرفته، یون های مس دو. بنابراین مس های دوباره مثبتی که اینجا قرار گرفتن با ورود الکترون ها باعث گرفتن الکترون و تبدیل شدن به اتم های مس میشن. اتم های مس قرار میگیرن روی خود الکترود کاتود و جرم کاتود رو اضافه میکنن. از اون طرف یون های مسی که داخل این محلول بودن همواره در حال کاهشن. دیواره متخلخل اینجا وظیفش انتقال یون ها به دو طرفینه، به خاطر اینکه این انتقال باعث میشه که غلظت و تعداد یون های مثبت و منفی توی این محلول ها با هم برابر باشه. بیایم بریم همین نیم سلول رو روی مس رو با نیم واکنش هاش یاد بگیریم. تو اینجا اتم های روی تبدیل میشن به زد ان دو مثبت، الکترون آزاد میشه. ببینید در بخش آنودی زد ان داره میشه زد ان دو مثبت و دو تا الکترون. الکترون هایی که اینجا ایجاد میشن از طریق سیم به سمت محلول کاتودی قرار میگیرن، اضافه میشن به محلول کاتودی. یون های مس با گرفتن این دو الکترون تبدیل میشن به اتم های مس و باعث میشن جرم روی بیشتر بشه. اگه بخوایم واکنش کلی که توی نیم سلول و کل سلول ها اتفاق میفته رو بنویسیم، چون الکترون ها با هم ساده میشن، میتونیم از جمع این یون ها و اتم ها اینجا معادله واکنش اکسایش و کاهشی که اتفاق میفته رو بنویسیم. گرچه اینجا ما باید بلد باشیم که روی در نقش کاهنده و یون مس دو در نقش اکسنده هستش. این یه قاعده کلیه که در سلول گالوانی همواره از جرم آنود کم میشه و همواره به جرم کاتود اضافه میشه. وظیفه دیواره الکترولیتی یا دیواره متخلخل اینه که اجازه عبور و مرور یونها رو میده. جریان یونهای منفی از بخش کاتودی به بخش آنودیه و جریان کاتیونی از بخش آنودی به بخش کاتودیه. بیایم مثالمون رو ارتقا بدیم به سلول گالوانی مس نقره. از اونجایی که توی قسمت‌های گذشته فهمیدیم قدرت الکترون دهندگی یا کاهندگی مس از نقره بیشتره، نتیجه می‌گیریم که مس باید در اینجا در نقش آنود قرار بگیره و نقره باید در نقش کاتود باشه. بنابراین با توجه به این که ما می‌خوایم سیم‌ها رو ببندیم، میایم سیم رو به قطب منفی وصل می‌کنیم، البته اینجا قطب منفی میشه و اینجا کاتود میشه قطب مثبت. داخل این قسمت یونهای مس قرار گرفتن، مس دو سولفات، و داخل محلول کاتودی محلولی از یونهای نقره قرار گرفته که از طریق حل شدن نقره نیترات در آب ایجاد میشه. حالا باید ببینیم که در اینجا چه اتفاقی میفته. وقتی که کاتود رو به آنود وصل کنیم و یک لامپی رو اینجا ایجاد بکنیم، لامپ روشن میشه. این به این مفهومه که یه سلول گالوانی با انجام و یه فرایند خود به خود میتونه باعث ایجاد نور بشه. اتم های مس با از دست دادن دو الکترون به یون های مس دو تبدیل میشن و یون های مس دو الکترولیت آنودی رو افزایش میدن. از اون طرف جرم کاتود داره کم میشه. الکترون های ایجاد شده وارد محلول کاتودی میشن و قراره که یون های نقره رو تبدیل کنن به اتم های نقره. پس الکترون از طریق سیم وارد محلول کاتودی میشه، یونهای نقره اونا رو میگیرن و تبدیل میشن به اتمهای نقره و میشینن رو سطح فلز نقره و جرم نقره رو بیشتر میکنن. به عبارتی همیشه جرم آنود کم، یعنی آنود لاغر میشه و جرم کاتود اضافه میشه، یعنی اینکه کاتود چاق میشه. نیم واکنش ها رو اگه بخوایم بنویسیم در بخش آنودی میتونیم بنویسیم CU تبدیل میشه به CU دوباره مثبت به اضافه دو الکترون و یونهای نقره یا اجیه مثبت با گرفتن الکترون
تبدیل میشن به اتم های نقره. حالا اگه بخوایم واکنش کلی رو بنویسیم، باید الکترون های مبادله شده رو یکی بکنیم. برای این کار واکنش دوم رو در دو ضرب میکنیم که تعداد الکترون ها با هم برابر بشه و بعد واکنش دهنده ها و فراورده ها رو با هم جمع میکنیم. Cu به اضافه دو تا Ag مثبت میدن Cu دوباره مثبت به اضافه دو Ag. اگر من بخوام تغییرات غلظت نقره رو با تغییرات یون های مس با هم دیگه مقایسه کنم، میتونم این مدلی تغییرات یون های نقره و مس رو مشخص کنم. اگر این نمودار یون ها یا غلظت یون ها باشه، غلظت یون های مس در حال افزایشه و غلظت یون های نقره در حال کاهش، منتها چون ضریب یون نقره دو هستش، شیب تغییرات غلظت یون نقره بسیار بیشتر از شیب تغییرات غلظت یون های مس. پس اگر من بخوام یون های نقره رو در اینجا نشون بدم و یون های مس رو، تغییرات غلظت یون ها به این صورته. خب نگید تغییرات غلظت مواد جامد چی میشه، چون مواد جامد رو در نهایت غلظتشون ثابته، اینو پارسال تو شیمی 11 هم خوندیم. و اما ما میتونیم به وسیله این سلول گالوانی چقدر برق بگیریم. به عبارت دیگه نیرو یا برقی که میشه از اتصال یک کاتود و یک آنود که تو سطح اونها داره نیم واکنش های اکسایش و کاهش انجام میشه، چه برقی تولید میکنن، چقدر برق تولید میکنن. اولا بگیم مقدار ولتاژی که از اتصال یک کاتود و آنود به هم دیگه ایجاد میشه بهش میگن نیروی الکتروموتوری سلول. نیروی فورس الکتروموتوری با اینشو میدن، سلولم که مشخصه، بهش میگن EMF سلول. E الکتروموتوری فورس EMF سلول. پس هر وقت گفتن که EMF سلول چقدره، باید ببینیم که اگر من کاتود و آنود رو به هم متصل کنم چقدر میتونم ازش ولتاژ بگیرم. با توجه به شکلی که میبینید توی اینجا، ما از اتصال این دوتا نیم سلول که حالا ما نمیدونیم چیه، ظاهراً از ظاهرش مشخصه که یکیش باید مس باشه یکیش باید نقره باشه، ولی حالا باید با توجه به این قضیه 1.1 یا 1.1 ولت انرژی ما میتونیم از دوتا نیم سلول بگیریم. حالا میخوایم ببینیم مقدار ولتاژی که توی این سلول ایجاد میشه به چی بستگی داره. به عبارت دیگه من اگه بخوام یه باتری درست کنم که مثلا 1.1 ولت انرژی ازش بگیرم، باید کدوم دوتا نیم سلول رو به هم ببندم و از هر کدوم چه مقدار غلظت معلوم باید باشه. بریم ببینیم که ولتاژ یه سلول به چه عواملی بستگی داره. اولین چیزی که بستگی داره جنس کاتود آنوده، یعنی با عوض کردن کاتود از مس مثلا به نقره، به آهن، از عوض کردن نقره به پلاتین، طلا یا چیزای دیگه میتونیم ولتاژ های مختلف بگیریم. دو، به غلظت محلولی که اینجا وجود داره، بالاخره قراره که این یون هایی که تبادل بکنن و طول زمان اکسایش و کاهش رو غلظت این یون ها تشکیل میدن و دخالت میکنن، بنابراین غلظت محلول اینا خیلی مهمه برای اینکه اون ولتاژی که به ما میده چقدر باشه. و اما اگه من بخوام محاسبه کنم این ولتاژ رو، باید چیکار کنم؟ اولا که یه قاعده وجود داره برای محاسبه ولتاژ سلول، قطعا باید ولتاژ این دوتا نیم سلول رو داشته باشم. خب میدونین چرا؟ این ولتاژی که اینجا ایجاد شده اختلاف ولتاژ این دوتاست. پس اگر من ولتاژ هر کدوم از این دوتا رو داشته باشم، میتونم یعنی دوتاش هم داشته باشم، اختلاف ولتاژشون میشه اون اختلاف پتانسیل یا همون نیروی الکتروموتوری سلول. یه مشکلی داریم، ما به طور کلی نمیتونیم ولتاژ یک نیم سلول رو به تنهایی به دست بیاریم. اونجا شد یه معادله دو مشهولی. برای به دست آوردن نیروی الکتروموتوری سلول نیاز داریم که دو تا ولتاژ داشته باشیم و از طرف دیگه به دست آوردن ولتاژ یه دونه نیم سلول امکان پذیر نیست. راهکاری که دانشمندان اینجا گذاشتن وسط برای ما اینه که بیایم به طور استاندارد یکی از ولتاژ ها رو در نظر بگیریم و به شکل استاندارد و کاملا مشخص یه عددی رو به ولتاژ اون نسبت بدیم. حالا بیایم نیم سلول ها یا سلول های دیگه رو به این نیم سلول استاندارد ببندیم و از روی اختلاف ولتاژی که به دست میاد ولتاژ اون یکی نیم سلول رو به دست بیاریم.
اینجوری بهش میگن ولتاژ یا به دست آوردن ولتاژ 1.5 سلول به طور نسبی. یه بار دیگه میگم، برای به دست آوردن نیم سلول یا نیروی الکتروموتوری سلول باید ولتاژ هر کدوم از دو تا نیم سلول داشته باشیم که از طریق اختلاف این دو تا نیم سلول بتونیم این نیروی الکتروموتوری رو به دست بیاریم. از طرف دیگه ولتاژ 1.5 سلول به تنهایی قابل مقایسه و قابل محاسبه نیست. برای حل این مشکل دانشمندا گفتن ما میایم یه نیم سلول استاندارد میسازیم و براش یه عددی به عنوان ولتاژ استاندارد تعیین میکنیم. از این کارا زیاد کردیم تو شیمی. یه نمونهش تو شیمی دهم برای به دست آوردن جرم اتم ها ما نمیتونستیم جرم یه اتم رو به دلیل کوچیکیش اندازه‌گیری کنیم. ولی برای استاندارد اومدیم کربن 12 رو به عنوان استاندارد جرمش رو 12 گرفتیم و جرم بقیه اتم ها رو نسبت به اون اندازه گرفتیم. اینجا هم همین کارو داریم میکنیم. باید ولتاژ یه نیم سلول رو به شکل استاندارد انتخاب کنیم و عددش رو به عنوان استاندارد بپذیریم و ولتاژ بقیه نیم سلول ها رو نسبت به اون نیم سلول استاندارد به دست بیاریم و اینجوری عملا ما پتانسیل هر نیم سلول رو به شکل استاندارد و نسبی اندازه گرفتیم. شکلی که اینجا میبینید ساختار الکترود استاندارد هیدروژن رو نشون میده. الکترودی که ساخته شده برای اینکه بتونیم الکترود استاندارد عنصرهای دیگر رو باهاش ببندیم و به کمک پتانسیلی که ایجاد میشه و نیروی الکتروموتوری سلول بتونیم پتانسیل استاندارد الکترودهای دیگر رو به دست بیاریم. ساختار الکترود استاندارد هیدروژن به شکلیه که میبینیم. یک الکترود یعنی یک سیم و یک صفحه فلزی از جنس پلاتین محلولی از یک اسید قوی مثل هیدروکلوریک اسید با غلظت 1 مولار و pH 0، همونجوری که میبینید آلفای این اسید یا درجه ایونش این اسید باید 1 باشه. گازی که وارد این محلول میشه گاز هیدروژنه و فشارش 1 اتمسفر باید باشه. و حالا با توجه به چیزی که ساخته میشه مقدار پتانسیل این نیم سلول رو در اکثر دماها و حالا 25 درجه برابر با 0 در نظر میگیرند. بنابراین بچه ها پتانسیل الکترودی استاندارد این نیم سلول رو در شرط استاندارد و شرطی که براتون گفتم 0 در نظر میگیریم. حالا ما با اتصال این الکترود از طریق این سیم به 1 ولت متر که بتونه اختلاف پتانسیل رو اندازه‌گیری کنه و 1 نیم سلول دیگه میتونیم پتانسیل اون نیم سلول رو به دست بیاریم. حواسمون باشه مقداری که به دست میاد این پتانسیل برای هر الکترود باید از یه سری قوانین پیروی کنه. مثلا اگر داخل اون واکنش ها گازی باید وارد محلول بشه فشارش باید 1 اتمسفر باشه و محلول الکترولیت استفاده شده برای تمام اونا باید 1 مولار باشه. در این شرایط پتانسیلی که به دست میاد پتانسیل الکترودی استاندارد اون نیم سلول میگن. بنابراین اگه من بخوام پتانسیل استاندارد الکترودها رو دوباره بررسی کنم و نکاتش رو بگم میتونم این مدلی بگم که هر نیم سلول یک پتانسیلی داره که نسبت به SHE اندازه‌گیری شده. حالا به شکل استاندارد و ببینیم این پتانسیلا رو چجوری نمایش میدن. به شکل استاندارد مقدار پتانسیل نشون داده شده جوریه که باید گونه اکسنده رو سمت چپ بنویسیم و گونه کاهنده رو سمت راست بنویسیم. به طور مثال اگر من بخوام نیم سلول روی رو به شکل پتانسیلی بنویسمش باید این مدلی بنویسم E0 اکسنده به کاهنده یا E0 Zn دو مثبت به Zn برابر با حالا عددیه. مدل نمایش واکنش انجام شده جوری باید نوشته بشه که بر اساس کاهش بنویسیمش. به طور مثال گونه اکسندمون که حتما بار بیشتری داره باید سمت چپ نوشته بشه به اضافه تعداد الکترون و گونه منفیتر رو سمت راست باید بنویسیم و این مدلی میتونیم پتانسیل نیم سلول رو نوشته باشیم. مقدار پتانسیلی که تو اینجا به دست میاد میتونه یه توضیح برای ما باشه. مقدار پتانسیل میزان تمایل گونه اکسنده یعنی سمت چپی رو برای تبدیل شدن به گونه سمت راستی یعنی کاهش نشون میده. به مثال بزنیم. میگن پتانسیل نیم سلول روی که با توجه به SHE به دست اومده منفی 76 ولته.
یعنی پتانسیل نیم سلول یا پتانسیل تبدیل شدن ZN2 مثبت به ZN به اندازه منفی 76 صدم ولت یا 76 صدم ولت کمتر از هیدروژن تمایل داره که کاهش پیدا کنه. ZN2 مثبت به اضافه 2 الکترون میده از ZN. میزان این تمایل برای این واکنش منفی 76 صدم ولت. یا اگر من بخوام پتانسیل استاندارد نیم سلول مس رو بگم، عدد 34 صدم ولت رو به دست میارم. این به این معنیه که مقدار تمایل یونهای مس برای کاهش نسبت به گاز هیدروژن 34 صدم ولت بیشتره و بنابراین میزان تمایل برای چنین واکنشی سیو 2 مثبت به اضافه 2 الکترون میده سیو به اندازه 34 صدم ولت مثبته. اگر بیایم تمامی پتانسیل های نیم سلول های مختلف رو بنویسیم، به دست بیاریم و اینا رو توی جدولی یادداشت بکنیم، به یک سری میرسیم. این سری جوریه که از مثبت ترین ایسف تا منفی ترین ایسف مرتب شدن. ما به این میگیم سری الکتروشیمیایی. شما اگر 10 تا نیم واکنش هم اگر داشته باشید، میتونید این 10 تا رو بر حسب کاهش بنویسید و از مثبت به منفی مرتبش کنید. شما به نوعی به سری الکتروشیمیایی دست پیدا کردید. بچه‌ها، جدول سری الکتروشیمیایی که شامل همه گونه های فلزی و نافلزی میشه حدود 4-5 صفحه هستش، ولی توی جدولایی که ما میبینیم تعداد محدودی از این فلزات و نافلزات رو برای تبدیل شدن یا سری الکتروشیمیایی و به دست آوردن پتانسیل مرتب کردن. پس ما یک سری الکتروشیمیایی خواهیم داشت و کاربرد این سری رو قشنگ کامل بررسی می‌کنیم. طبق تعریف سری الکتروشیمیایی جدولیه که نیم واکنش‌ها رو به ترتیب کاهش می‌نویسن و از مثبت به منفی مرتبش می‌کنن. مدل و استاندارد نوشتن این سری‌ها جوریه که باید اکسنده‌ها سمت چپ باشند، کاهنده‌ها سمت راست باشند و الکترون‌ها هم سمت چپ یادداشت کنیم. ببینید توی این سری که الان شما میبینید میزان تمایل فلور برای گرفتن الکترون از همه گونه های دیگه بیشتر، چون بالاتره. این تمایل مثبت 2.87 و برعکس این قضیه تو اون طرف این سری ما لیتیوم رو داریم. میزان تمایل یون لیتیوم یه بار مثبت برای گرفتن الکترون یا میزان اکسندگیش به اندازه منفی 3.5 الکترون ولته و این نشون از اینه که لیتیوم یه بار مثبت چه اکسنده ضعیفیه. اگه من بخوام کاربرد سری های الکتروشیمیایی رو بررسی کنم، به 4 کاربرد میرسم. ما سعی میکنیم کاربرد سری های الکتروشیمیایی و مسائل مربوط به اینو کامل توضیح بدیم. یکی از کاربردهای سری الکتروشیمیایی تشخیص آنود و کاتود در یک سلول الکتروشیمیایی هستش که ما میزان کاهندگی اونا رو نمیدونیم. بعد از اینکه آنود و کاتود رو تعیین کردیم، ما میتونیم پتانسیل این سلول الکتروشیمیایی رو هم محاسبه کنیم. اگه بخوایم دقیق بگیم، اون ماده یا اون نیم سلولی که پتانسیل الکترودی استانداردش کمتر باشه، توی اون سلول گالوانی نقش آنود رو بازی میکنه و اگر نیم سلولی پتانسیل الکترودی استانداردش بیشتر از اون الکترود دیگه باشه، در مقایسه با اون ماده در نقش کاتود ظاهر میشه. پس اگر من کاتود و آنود رو تعیین بکنم، میتونم با توجه به فرمولی که بهتون میگم، میتونیم ای صفر اون سلول یا نیروی الکتروموتوری اون سلول رو محاسبه کنیم. ای صفر برابر با ای صفر بزرگتر یعنی کاتود منهای ای صفر کوچیکتر یعنی آنود. بیایم یه مثال حل کنیم در مورد این قضیه. با توجه به سری الکتروشیمیایی پتانسیل سلول گالوانی آلومینیوم مس چقدر؟ ای صفر آلومینیوم رو توی اون سری الکتروشیمیایی منفی 1.66 الکترون ولت در نظر گرفتن و به دست آوردن و ای صفر مس رو 34 صدم الکترون ولت. همینجوری که می‌بینید میزان تمایل برای اکسندگی یونای مس نسبت به آلومینیوم بیشتره و میزان کاهندگی آلومینیوم نسبت به مس بیشتره. پس اول باید ببینیم کدومش کاتود کدومش آنوده. طبق موردی که الان گفتم، اونی که بزرگتره ای صفرش در نقش کاتود و اونی که کوچکتره در نقش آنوده. پس یونهای مس رو باید در نقش کاتود و آلومینیوم رو باید در نقش آنود قرار بدیم. چون آلومینیوم الکترود آنوده،
از همواره از جرمش کم میشه، چون قراره که آلومینیوم با تبدیل شدن به یونهای آلومینیوم سه مثبت الکترون از دست بده. الکترون از طریق سیم وارد محلولهای الکترولیت یونهای مس میشه و یونهای مس با گرفتن دو الکترون از اون الکترونهایی که آزاد کرده آلومینیوم به مس تبدیل میشن و روی مس میشینن. پس اینجوری مس چاق میشه، آلومینیوم لاغر، و برعکسش غلظت یونهای آلومینیوم زیاد و غلظت یونهای مس کم میشه. با توجه به ای0 که داده و تشخیص کاتالوگانول، برای محاسبه ای0 این سلول باید میزان ای0 سلول کاتود رو از ای0 آنود کم کنیم، یعنی 34 الکترون ولت منهای 1.66 الکترون ولت با محاسبه در میاد 2 الکترون ولت. بنابراین ای0 سلول از آلومینیوم مس به شرطی که غلظت محلولمون 1 مولار باشند 2 الکترون ولته.